بشم هشم نعصه به نسلی اخ دراسی والانو مشه مراشا قهیلت یعقوب به ازرت هشم میدبارخ پاراشای رعه فصل تتواب 15 پاسخ 7 میفرماید که یه بخوا اویون معخد اخی خواهرگا باشد در تو فقیر از یکی از برادران تو در یکی از دروازه های تو در سرزمین تو که خداوند خالق تو میدهد به تو لوت امس ات لوا بخوا قلبتو سخت نکن نبند دستت را از برادرت که مسکین هست. آراف اور حقایی مقادش میفرماید که یه بخواهی بیون میاخد اخه خواب به اخد شاره خواب به عرصه خواب به گمر به عمرو بخوا. این که آراف میفرمایند چرا پاسخ میگه هرگاه باشد در تو لغت بخوا میتونست نوشته نشه که یه اویون معخه خواهرگاه باشد فقیری از برادران تو و اولای شنید که اون لیرموز و شاید منظور داره که اشاره کنه به گفتار خخامیم که در گماره بابا بطرا دافیو دمودشون میفرماید کی تعمش بخیر شمله یسرادان با اولامزه به ایسور هاونی. دلیل این که خداوند انتخاب میکنه ادب کنه انسانی رو در این دنیا با یه سوریم فقر کدش به امساوتو به خاطر اینکه بدین وسیله دوستش که به او روزی میده موفق بشه به میسوای صداقا و بدین وسیله از دید گینام نجات پیدا کنه. و این همون چیزیست که اشاره کرده در گفتره که یه بخوا ایویون پیروش به سیباتخا بالو ها آنی هگادول بخوا رو معنی کن به خاطر تو به سبب تو بالو آمده برای اون فرد فقر بزرگ و عمرو معخد اخیخا. چرا میگه از یکی از برادران تو؟ میفرماید که معخد میخواد بگه لو تخشو بیر اوتو اویون شو پاخوت. فکر نکن که این فرد فقیر آدم پست و بی ارزشیست که حالا فقیر شده در شو مهمه یو خادیم شبه اخیخا، بدون که اون یکی از افراد ویژه و خاص در برادران تو به نخاخا مها اونی و اثباتی نیست از اون فقری که او داره ایو تو شفل اخیم که آدم پست و بیارزش و پایی نیست. توضیح میدیم خدمت سروران عزیز که سوال اول آرابار اخیم مقادش اینه که چرا گفته که یه بخوا ارگا باشد در تو مسکین از برادران تو. میتونست بگه که هرگاه باشد مسکین بخوا یعنی چی؟ میگه به خاطر تو. گمارای باوترا توضیح میده که دلیل اینکه این فرد فقیر شده به خاطر اینکه تو که پول داری به او کمک کنی و صداقا بدی و بدین وسیله تو زکای بشی و از دین گهینام نجات پیدا کنی. پس به خاطر تو که از گهینام و جهنم نجات پیدا کنی او فقیر شده. ضمن اینکه تو فکر نکن که اون آدم پست و بی ارزشیست. لغت معخد اخیخا از یکی از برادران تو میخواد بگه این اخد از میوخاد میاد، یعنی یکی از افراد ویژه و خاص در برادران تو، که تو فکر نکن او آدم پست و بی ارزش و پایینیه، بلکه او به خاطر اینکه تو به جهنم نیفتی و با میسوای صداقا از گهینام نجات پیدا کنی فقیر شده. پس او آدم بی ارزشی نیست، او آدم پایین و پستی نیست و تمام فقر او به خاطر اینکه تو موفق بشی به میسوای صداقا و از گهینام نجات پیدا کنی. ولی انیو دعتی اگر ما بپرسیم که خب پس یه نفر به خاطر اینکه دیگری به جهنم نیفته باید فقر و بیچارگی و بدبختی بکشه، اون رو هم باید بگیم که حتما اون خودش هم یک حساب و کتابایی به درگاه اقدش بار خود داره که به خاطر اون حساب کتابا او رو انتخابش کردن که وسیله‌ای بشه برای اون فردی که پول داره و او با صدقه دادن از گهینام نجات پیدا کنه. پس همه چیز حساب کتاب خودش رو در درگاه اقدش بار خود داره. در ادامه میفرماید که به تعمش سیدر ادراگوت الو، دلیل این که ترتیب داده این مراحل رو و این موارد رو که نوشته معخد اخیخا،
بعد گفته به اخت شارخا، به ارسخا، از یکی از برادران تو، در یکی از دروازه های تو، در سرزمین و کشور تو. اگه همچه ربوتنو زالام رو، همچنین که ربوتنو زال فرمودن در سیفری پیسقا گفتت زین شبالو مر که اومده بگه انیه خا و انیه ایره خا، یعنی اینکه فقیرانی که در شهر تو هستن مقدمن از فقیران شهر دیگری. و اینجا توضیح میدیم خدمت سروران عزیز که اینجا چرا اومده گفته از یکی از برادران تو، در یکی از دروازهای تو، در سرزمین تو. میخواد بگه ببین دادن صداقات دارای حق تقدم و اولویت هاییست. این که میگه برادران تو، این برادریه که از پدر توه، از پدر یکی هستید. در حالی که میگه معقد آخیخا، توضیح میده که برادر تو از پدر تو مقدمه به برادر تو از مادر تو. پس اینجا معقد اخیخا میگه وقتی پدرتون یکیه این ویژگی رو داره، اون مقدمه به زمانی که پدرتون یکی نیست، از مادر یکی هستید. پس اگر از پدر یکی هستید مقدمه تا به اون برادری که از مادر یکی هستید. و نکته دیگه که میفرماید به اخت شارخا، میگه اون که نشسته در شهر تو مقدمه به اون کسی که در شهر دیگری است. بعد که میگه به ارسخا، اون کسی که در سرزمین و کشور توست مقدمه به اون کسی که خارج از کشور توست. پس اینجا میخواد اولویت ها رو در دادن صداقا برای ما مشخص کنه. او دفشال لومر و دیگه میخواد بگه گم که ندرا گود هگه زرو تشریک زورشن بایی بیونیم، همچنین اون درات جرجات اوکم هایی که اوکم میکنه خداوند در فقرا فرق میکنه. توضیح میدیم یعنی که اون فقیر چقدر باید زحمت بکشه تا به اون پولی که باید برسه و به دست بیاره. کی اینه که وار پرشتی به پاسخ، همونطور که ما در پاسخ شموت کاف بت کاف دالت خوندیم، این کسف تلوه، اگر پول قرض بدی شخل قهانی مفقید و اشم به یاد آشیر، یعنی خداوند قسمت فقیر رو به دست اون ثروتمند داده. و همونطوری که ما قبلا توضیح دادیم خدمت سروران و میدونن همه، این که سفتروه اعتمی اتعانی میاخ، یعنی اون چیزی که مال فقیره دست توه، پس امانتدار خوبی باش، به فقرا کمک کن. و میفرماید ادامه وزه او اشرو، و این سبب ثروتمندی اون فرد ثروتمنده که حق و سهم آنی و فقیر به دست اوست. شموفقادیم بیاتو ماوت ها انیم، که امانت داده شده به دست او پول اون فقرا که باید به اونها سهمشون رو بده. بین لیف آمیم اینک، بعضی موقع امانت میذاره خداوند قسمت فقیر رو به دست فردی که نزدیک و خیشاوند این فرده، که ایشون ناراحت نشه در گرفتن اون پولش. لیوتو قروو، یعنی نزدیکشه، دم دستشه و خجالت نمیکشه حالا از برادرش، از پسر عموش بگیره. گم لویس تاریخ لسوو نتیووت، و دیگه احتیاج نیست که جاده ها رو تی کنه تا برسه که اون پول رو بگیره، نیازش رو به دست بیاره، بلکه قوم و خیششه، برادرشه، پسر عموشه یا عموشه، نزدیکشه، خجالت نمیکشه، یکی هم با هم پولو میگیره، این همه راه هم نمیخواد بره. اوخشه ایش پوتشم به صدق، و موقعی که خداوند قضاوت میکنه با صداقت و عدالتی که در نظر داره که رنج بده اون آنی رو، یعنی اون فقیر مستوجب رنجه به خاطر حساب کتابایی که داره. گرخیق لو پرناسات، و خداوند روزیش رو دور کرده به ایش زار، به یک فردی که بیگانه است، غریب است، که توضیح میدیم که این فقیر نمیدونه اون فرد کجاست، کجا باید دنبالش بگرده، این شهر اون شهر باید بگرده تا بالاخره پیدا کنه اون کسی که اون پولی که حق اوست، سهم اوست، به دست او داده شده. گم برخوق مقام، یعنی مکان دوره و فاصله داره، به استاره خایبیون لسوبه، و اون فقیر لازمه که از شهری به شهری بره که اون مکان رو پیدا کنه که خداوند آماده کرده برای او، پولش اونجا طرف نفش و روزیه و نفقه او، او عمرو. و همینه که میگه معخد اخیخا، که گفته معخد اخیخا، یعنی یک زمانی است که پول این فقیر به دست یکی از خیشاوندان نزدیکشه
که در همون شهر هم زندگی میکنه خجالت هم نمیخواد بکشه و به راحتی بدون طی مسافت و راه پولش رو میگیره. این مورد اول. دوم ممکنه که او اگم این آخیخا ممکنه برادرت نباشه الاش او میخد شعارخا ولی تو همون شهرته نمیخواد بری شهر دیگری، برادرت نیست ولی فردیست که در شهر توه در مرحله سختت. او اگم شعن و معیرخا انگه از شهر تو نیست به عرصه خواست در سرزمین و کشور توست و نازم نیست بری کشور دیگه ای، تو همون کشور خودته ولی خب سختی بیشتری باید بکشی و بعد شهرهای دیگه بری. پس اینجا به ما دو تا توضیح رو داد، اینکه گفته معقد اخیخا به عقد شعارخا، این که میگه از یکی از برادران در یکی از دروازهای تو در سرزمین تو میخواد به ما بگه که برادرت از پدر مقدمه به برادرت از مادر، فقیر شهر تو مقدمه به شهر دیگه، فقیر کشور تو مقدمه به کشور دیگه. این یه تفسیر که از این لغتهایی که تورات و نقدوشان نوشته نتیجه میگیریم. نتیجه دوم اینه که فقط میگه معقد اخیخا، یعنی من سهم اون فقیر رو میدم دست اون ثروتمند، اون ثروتمندی که معقد اخیخا که از خویشاوندان نزدیک توست و تو احتیاج نیست خجالت بکشی از اینکه بری پول ازش بگیری، زمینی که مسافتی هم نمیخوای بری. ولی یه موقع طبق حساب کتابایی که هست اون فقیر باید مسافت بیشتری رو طی کنه و باید قدری هم خجالت بکشه، اونجا به عقد شعارخا تو همون شهر خودت هست ولی خویشاوندت نیست، یه مقداری هم باید را بری تا پیداش کنی، مثل اون برادرت نیست که دم دستت و نزدیکته. و وقتی قرار این فقیر سختی بیشتری بکشه طبق اون برنامه ها و حسابایی که هشم داره، مجبور بره به یه شهر دیگه، اون که میگه به عرصه خواه تو کشور خودته ولی باید بری یه شهر دیگه بگردی پیداش کنی، نمیدونم کیه، این همه مسافت رو بری این همه بگردی تا پیداش کنی اون کسی که سهم تو رو هشم دست او داده و اونجاست که دیگه سختی بیشتری باید بکشه. بنابراین اینجا استفاده از معقد اخیخا به عقد شعارخا به عرصخا دو تا تفسیر ما اینجا یاد گرفتیم به زخوت عرب و رخمی مقادش، که همیشه ما خانواده و کل جماعت سالم و شاد و موفق باشیم.